شما دارید قهر میکنید؟ چه فایده من شما رو ناراحت کنم شما منو؟ میخواید اصلا حرف نزنیم که شما ناراحت نشید؟ من از حرف زدن ترسی ندارم، فقط نمیتونم اجازه بدم کسی به جمهوری ما توهین کنه. یعنی چه اجازه نمیدین؟ یعنی کتک میزنیم از اینجور حرفا؟ نمیدونم، بالاخره در مورد اعتقادی که دارم از خودم عکس العمل نشون میدم. حتی ممکنه آدم بکشید. ممکنه. اشتباه نکنید، این که میگم ممکنه آدم بکشم یه طرف سکه است. طرف دیگه‌اش اینه که ممکنم از پای اعتقادی که دارم کشته بشم. اما در هر صورت به نفع شماست. چه بکشید، چه کشته بشید، پای اون به اصطلاح اعتقاد بهشت رو براتون آب و جارو میکنن، مگه نه؟ این که همش شیره یا همش قطعه. این حرفا رو برای چی میزنی شما؟ برای اینکه خدا نکرده از اینکه ممکنه بکشی یا کشته بشی یکو احساس قهرمانی بهت دست نده. کی به خاطر قهرمانی میخواد کاری بکنه؟ میدونم، به خاطر قهرمانی نیست، به خاطر ثوابه. هر کاری که میکنین به خاطر ثوابه، به خاطر اینکه نزولشو تو اون دنیا بریزن تو حسابتون. کسی که پولشو برای بهره میذاره بانک یا نزول میده نباید پوز بده که داره کار خیر انجام میده. شما هم که هر قدمی رو برمیدارین به خاطر ثواب آخرت برمیدارین، حق ندارین به اسم دفاع از گرسنه ها و یا پا برهنه ها و یا جلوگیری از گناه قیافه حق به جانب به خودتون بگیرین. من اصلا حرفای شما رو نمیفهمم. بهتون میفهمونم. از تهدیدی هم که کردید واهمه ای ندارم. راستش به خاطر سرهنگ چون بهتون علاقه داره قصد داشتم کوتا بیام، اما وقتی گفتید حاضرید بکشید یا کشته بشید حاضر نیستم این فرصت طلایی رو از دست بدم. هرچی دلم بخواد میگم. میخوای بزنی بزن، میخوای بکشی بکش. کی میخواد کیو بکشه؟ من هنوز گرین کاردم نگرفتم ها. اگه توطئه قتل چیزی در میونه روی من حساب نکنید، خواهش میکنم. این خانم دلش خیلی پره بابت اینه که عقیدم رو راجب پیانو زدن بهش گفتم، میخواد تلافی کنه. جوابی که راجب هنر دادی فقط باعث شد بشناسمت، همین. حالا که شناختی به چه چشمی به نگاه میکنی؟ دشمن؟ راستشو میخوای بدونی؟ به چشم یه جنایتکار بهت نگاه میکنم. ملی دیگه خیلی داری تون میری. جدی؟ تند و تیزتر از گلوله هاییست که اینا به سینه هموطنهای من فرو میکنن، هم برای حکومت این دنیاشون، هم برای حساب پس انداز اون دنیاشون. تو خودت برادرت رفته به اینا کمک کنه. نه به اینها، اشتباه نکنه، به اینها نرفته کمک کنه. رفته اگه بتونه نذاره تتمه اون چیزی که باقی مونده خراب کنن. اگه چیزی مونده باشه، اگه بتونه و اگه تا به حال نکشته باشنش. شما تا به حال چقدر ثواب کردید آقا؟ یا سنگسار کردید، یا شلاق زدید، یا کشتید؟ به شما چه که این سوال رو میکنی؟ شما که اینجا غمت نیست، رقصت هست، بویفرند و دراگت سر جاشه، سینما و تئاتر و دیسکوتک هرچی بخوای هست. درسته، همه اینها هست و من حق دارم از اونها استفاده بکنم یا نکنم. اما آیا وطن هست؟ من این حقو میخواستم تو وطن خودم داشته باشم آقای محترم. اونجا دیگه وطن شما نیست. چرا؟ ارث پدری شما بوده؟ همون هم وطنی که شما الان داری سنگش رو به سینه میزنی رأی دادن که شما دیگه اونجا جایی نداری. دروغه. شما رأی مذهبی اون مردم معصوم رو میگیرین، ازش بهره برداری سیاسی میکنین. همیشه همه جا مذهب به سیاست رشوه داده، سیاست به مذهب. اما هیچ وقت هیچ جا با این وقاحت به اسم مذهب و خدا دکان کید سیاسی باز نشده. ملیه بس کن دیگه، آخه ناسلامتی تو مهمون دعوت کردی امشب جان من. اگه بفهمی مهمون جلاد آدم کشه از خونه بیرونش نمی کنی؟ من می کنم.
حالا دیگه اون مملکت جای ما نیست. خب معلومه که نیست. اون مملکت جای ما نیست. خواهش می‌کنم.